سلام به همگی، من استر هستم، اهل مجارستانم ولی در حال حاضر در تورنتو زندگی میکنم. خیلی خوشبختم. سلام به روی ماهتون. من نیر هستم، اهل هندم، 19 سالمه و از 3 سال دارم فارسی یاد میگیرم. سلام به همگی، من کیارا هستم، اهل ایتالیا هستم ولی چند سال دیگه که مقیم بلژیکم. درود بر شما، من شوتا هستم، اهل چین هستم و الان ونکوور زندگی می کنم، توی شرکت داروسازی کار می کنم. خیلی ممنون. عالی عالی، خیلی ممنون، سپاس فراوان از همه شما. این ویدیویی که میخوایم الان اجرا بکنیم یکم خاصه، یکم متفاوته با بقیه ویدیوهایی که معمولا تو این کانال انجام میدیم، ولی خب یه شباهت هایی هم داره. من خودم میخوام سعی کنم خیلی زیاد دخالت نکنم، خیلی حرف نزنم، ولی چند تا سوال اینجا دارم که ازتون میپرسم و با همین سوال ها میتونیم یه گفتگویی رو شروع بکنیم. حالا اگه چیز دیگه ای هم بود شما خودتون هر جوری که دلتون میخواد میتونید در موردش صحبت کنید. سوال اولی که میخوام شروع کنم بپرسم ازتون، میخوام بدونم که چی شد که شما علاقمند شدین که این زبان رو یاد بگیرین، دلیلش چی بوده؟ من در واقع با یاد گرفتن زبانهای هند شروع کردم. تحصیلات دانشگاهی ما تو مجارستان اول شروع کردم سانسکریت، هندی و اردو بخونم. بعد وقتی که دیدم که این چند تا زبان در واقع خیلی شبیهن و نزدیکن از لحاظ مثلا گرامری و تاریخچه‌شونم مشترکه، تصمیم گرفتم که فارسی رو هم یاد بگیرم و اینطوری شده که من اصلا علاقه من شدم به فارسی. بعدش هم وقتی که فارسی رو شروع کردم دیگه عاشق ادبیات فارسی شدم، به خصوص ادبیات معاصر. و اینطوری شد که این در واقع این یاد گرفتن فارسی ادامه پیدا کرده و در حال حاضر دارم باش کار میکنم. دانشجو دانشگاه تورنتو هستم. بعد تحقیق دارم میکنم در اشعار زنان معاصر فارسی. وقتی که یادگیری فارسی رو شروع کردم قبلا چند سال بود که در کل به زبانهای خارجی علاقه داشتم. این داری زبان اول نبود و مثلا همزمان اون وقت به خاورمیانه هم علاقه داشتم و مثلا به این دلیل چند سال قبل از شروع یادگیری فارسی الفبای عربی رو یاد گرفته بودم با چند تا هم کلاس مراکشی که تو همون مدرسه من بودم، بعد یه مدرسه راهنمایی بودم، پس چند سال پیش بود. این دلیل یادگیری فارسی یکم آسونتر شد چون الفبا رو از قبل میدونستم. و بعدش همزمان دقیقا اونجوری که گفتم به خاورمیانه علاقه داشتم و یک روز شروع کردم یه چیزی، یعنی شروع به خوندن مقاله ها در مورد ایران شدم، ایران کردم و متوجه شدم که، یعنی بلافاصله عاشق کشور شدم، چون متوجه شدم که تصویری که تو ذهنم داشتم کاملا اشتباه بود. و همینجوری، یعنی این بعدش گفتم اوکی ببینیم، یعنی نگاهی بندازیم به زبان چجوریه و یه بار دیگه عاشقش شدم چون آهنگش خیلی خوب بود، خیلی قشنگ بود و برام آهنگ زبانایی که یاد میگیرم خیلی خیلی مهمه. معمولا اون چیزی که اتفاق میافتاد با زبانهای دیگه این بود که بعد از یه مدت خیلی زیاد، یعنی توی مدت کوتاه خیلی زیاد یاد میگرفتم ولی بعدش خسته میشدم. ولی با فارسی بعد از 10 سال هنوز اتفاق نیفتاده و این خیلی از این خوشحالم. همینجوری. خیلی هم عالی، آفرین آفرین بهت، خیلی قشنگم صحبت میکنی و واقعا میگم خیلی عالیه. پس بیشتر به خاطر مثلا علاقه که داشتی به خاورمیانه و بعدا علاقه که بیشتر به ایران داشتی، خب این خیلی طبیعیه دیگه که آدم علاقه من میشه به زبان و فرهنگ. من چطور علاقه من شدم به فارسی؟ خب حالا 3 سال پیش من دیدم، من همیشه خواستم این زبان خارجی یاد بگیرم. حالا 3 سال پیش با فارسی آشنا شدم، برام خیلی جالب بود. آخه من زبان اردو و دق می بلدم، بعدش
آره دیدم که چند تا کلمه مشترک داره، برام خیلی جالب بود. بعدش هم به شعر فارسی علاقه داشتم، البته زیاد نخوندم، بیشترش کوچه بازاری یاد گرفتم، البته معلومه. ببخشید من فارسی خیلی خوب نیست، فقط تقریبا 2 ساله که فارسی یاد میگیرم و وقتی که یادگیری فارسی شروع کردم آخرین سال دکتری بودم که میخواستم یه چیزی جدید شروع کنم که استراحت کنم و به نظرم فارسی زبان خیلی خیلی جالبه. الان ونکوور زندگی می کنم، اینجا خیلی ایرانی هستند، خیلی خوبه که به رستوران ایرانی فارسی صحبت کنم و مغازه های ایرانی چیزی بخرم. ببخشید. نه خیلی هم عالی، خیلی هم عالی، اتفاقا خیلی هم خوب صحبت میکنیم برای مدت کوتاه، به نظر من خیلی عالیه. من اینطوری صحبت نمیکردم وقتی که مثلا دو سال داشتم فارسی رو یاد میگرفتم، بعد از 2 سال اینطوری نمیتونستم صحبت کنم اصلا. خیلی آفرین. دقیقا آفرین، برای 2 سال خیلی خوبه. حالا این سوال بعدی هم یکم ربط داره به این. من یه دوستی دارم که قشنگ فارسی صحبت میکنه، بعد این دوستم به این میگفتش که از وقتی که زبان فارسی یاد گرفته و بیشترم فارسی صحبت میکنه، حس میکنه که روی رفتارش هم یکم اثر میذاره، روی شخصیتش بعضی وقتا. من میخوام بدونم شما هم این حس رو دارین؟ قطعا میگن که آدمی که چند زبونه باشه چند شخصیت هم هستش. من فکر نمی کنم که بیشتر مثلا رو رفتارم تاثیر بذاره، ولی رو شخصیتم حتما تاثیر گذاشته. یعنی یک طرز و فکر جدیدی رو آدم یاد میگیره وقتی که شروع میکنه به زبون دیگه صحبت کنه به نظرم. و فارسی هم چون که خیلی شعر استفاده میشه در گفتگوهای عامیانه هم حتی، و خیلی زیاد ضرب و مثل داره و اینا، این باعث میشه که همین طرز فکر آدم یکم تغییر پیدا کنه به نظرم. ولی تو رفتارم نمیدونم، شاید یکم بیشتر تعارف بکنم به حتی به مجاری به خاطر فارسی مسلمن این که همیشه هست. من خودم هم حتی مثلا وقتی مثلا فارسی صحبت میکنم و دوستام که مثلا زبان ایرانی نیستن یا فارسی بلد نیستن، بعضی وقتا مثلا میگن تو چرا وقتی با اینا فارسی صحبت میکنی مثلا یه جور دیگه هستی، مثل اینکه مثلا خیلی مؤدب‌تر صحبت میکنی. میگم نه، از قصد نیستش، نه که بخوام مثلا مؤدب‌تر باشم، حس میکنم مثلا این زبان رو اینجوری باید صحبت بکنم. من در واقع واقعا کاملا موافقم. من میگم که شاید یعنی نه روی شخصیت تغییر میده، تاثیر داره، ولی بیشتر روی رفتار. به نظرم تون احساس میکنم که شاید یکم سیاست منتر باشم، یعنی اینقدر مستقیم صحبت نمی کنم یا سعی می کنم خیلی بیشتر دقت کنم به کلمه هایی که انتخاب می کنم و اینا، و دقیقا این احساس دارم با هر وقتی که با فارسی زبان ها حرف می زنم. آره به نظرم یکم تغییر، خب آدم یکم تغییر میکنه وقتی زبان جدید رو یاد بگیره. من وقتی فارسی یاد گرفتم مثلا زیاد تعارفی و زیاد حرف نمیزدم، البته میدونم یعنی جمله های تعارفی و اینا رو بلدم، ولی بیشتر خودمونی حرف میزنم. ولی وقتی با نوجوانا اینا حرف زدم، حالا کلا خودمونی حرف میزنن، اصلا تعارف انگار نمی کنن اصلا. اون جمله های با حال و اینا رو یاد گرفتم. با نمک، آره یه وقتایی میخوام ضرب المثل فارسی رو ترجمه کنم به زبان مادری، مخه خیلی حال میده این شکلی شده. آره اصلا میخوام بگم دست درد نکنه، براش هیچ ترجمه چیزی ندارین. آره چیزا خیلی جالبه به نظرم ترجمه
فارسی به چینی آسان تره از ترجمه فارسی به انگلیسی. مثلا به زبان چینی ما هم تعرف می کنیم، اما اسمش نمیدونم. فکر می کنم فقط being modest یا چیزهای اینجوری. خب یه نکته اضافی. خب من یه چیزی یاد گرفتم بعد فارسی یاد گرفتم، اینه که وقتی خداحافظ میگی منظورش این نیست که بابا بریم دیگه، یعنی تموم شد. نه، منظورش اینه که 2 ساعت دیگه بیشتر حرف بزنیم، یعنی بیشتر حرف بزنیم، برای 2 ساعت حرف بزنیم بعد بریم. آره اینا یاد گرفتم بعدشم. آره خیلی جالب بود برام. بعد وقتی فارسی یاد گرفتم، نه فقط به فارسی علاقه من شدم، ولی کلا درباره فرهنگ ایران خوندم. برام خیلی جالب بود، انگار زبان فارسی کلید ایران بوده برام، یعنی ایرانو بهتر فهمیدم، بهتر سر در. دقیقا، مسلما منم همیشه اینو میگم که توی خیلی مثلا ملیت ها و کشورهای دیگه هستش که زبانشون به اندازه زبان فارسی برای هویتی که ما داریم اونقدر ارزش نداره. نه که ارزش نداشته باشه، ولی برای ما خیلی چیز مهمیه. یعنی با یاد گرفتن زبان فارسی آدم یه جوری اون هویت ایرانیش رو خیلی بهتر درک میکنه. من همیشه با کسایی که زبان فارسی یاد میگیرم بهشون پیشنهاد میکنم که اگه فرصتش رو دارین در مورد تاریخ زبان فارسی هم خیلی مطالعه بکنین، مخصوصا اینکه این زبانیه که واقعا خیلی شخصیت های متفاوت تلاش کردن که این زبان رو حفظ کنن. اگه یک چیز دیگه ای پیش میمد در طول تاریخ، ممکن بود مثل خیلی زبان های دیگه اصلا از بین میرفت. اگه آدم تاریخ رو بخونه میفهمه که منظورم چیه. حالا من گفتم خودم خیلی زیاد نمیخوام حرف بزنم، ولی خیلی دارم حرف میزنم. میگم که سوال بعدی بذارید من ببینم کدومش جالب من تر. فقط یک چیزی اضافه کنم که خیلی بله 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 به نظرم خنده داره، یه جوری که شما هم گفتی که مثلا من تعارفی نیستم یا من تعارف نمی کنم، که من تعارف مورد علاقم همینه. وقتی ایرانی میگم که ما تعارفی نیستیم ما، ولی در واقع اینا خودش تعارفه. خیلی دقیقا، خنده داره. درسته درسته. یه سوال دیگه که داشتم در مورد شعرهای فارسیه و میخواستم بدونم که شما شاعر فارسی مورد علاقه دارین؟ در واقع راستش رو بگم، من خیلی به شعر علاقه ندارم و همیشه این سوال پیچیده است برام. یعنی اگه باید کسی رو بهش انتخاب کنم، حتما انتخاب مورد علاقه خیامه، چون خیلی دوست دارم این بحث، یعنی این بحث نگران نبودن در مورد اون چیزی که روش نمیتونیم کاری بکنیم، یعنی یا آینده یا گذشته و اینا. به خصوص چند سال پیش خیلی نگران آینده بودم، چون خیلی اعتماد به نفس نداشتم. همیشه به خودم یکی ربایی تکرار میکردم که اینو حتی حفظ کردم. البته شعر خوانیم خیلی عالی نیست، ولی فقط یعنی اینو خیلی دوست داشتم، چون میگه امروز تو را دسترس فردا نیست، و اندیشه فردات به جز سودا نیست. زای مکن این دم ار دلت شیدا نیست، که این باقی عمرابه ها پیدا نیست. این خیلی آروم کننده عالی بود وقتی که یکم افسرده بودم. اینجور دیدم من شعر فارسی رو کلا خیلی دوست دارم، هم شعر کلاسیک فارسی رو هم مدرنو. ما اول تو دانشگاه در واقع با شعر کلاسیک شروع کردیم، با شاهنامه و حافظ. بعد من بیشتر علاقه پیدا کردم به شاعران مدرن فارسی، معاصر فارسی، و الانم چون که هم کارم هم در واقع خودم راجع به شعر فارسی مدرن هست، شعر زنان، این فقط بیشتر شد با گذشتن زمان. و شعر مورد علاقه من چون که الان رو شاعران زنان انقلاب دارم کار میکنم، خیلی هاشون انقلابی بودن، شاعران انقلابی یا بهشون میگن شعر متعهد می نوشتن در قرن 20. اینا رو خیلی دوست دارم چون که دارم یه تحقیق انجام دادم روش رو. غیر از اینم
بیژن الهی رو خیلی دوست دارم، یا احمد شاملو رو هم همینجور، فروغ فراست که فروغ هستش، همه خیلی دوست دارم و حقم دارم. یعنی بیشتر من شعر مدرن رو ترجیح میدم تا کلاسیک، ولی هر دوتاش خیلی نزدیکه و خیلی دوستش دارم. خب من شاعر مورد علاقه هم همینه که خب فردوسی رو زیاد دوست دارم. میدونم خیلی سخته، حتی منم خودم سردر نمیارم، بالا میگم ها بلند، همه اونا که توی ایران ادبیات میخونند برای اونا هم خیلی سخته، ولی از استفاده لغات اینا خیلی لذت میبرم. همون آغاز شاهنامه بخونم؟ بفرمایید. خب خیلی خیلی معروفه دیگه. به نام خداوند جان خرد، از این برتر اندیشه بر اکثر. این خیلی این خیلی خوبه. آخه ببین اینجا حتی یک کلمه عربی هم نداره. بعدش هم یه بیت دیگه رو هم خیلی دوست دارم، مثلا این خیلی معروفه، اینم: توانا بود هر که دانا بود، ز دانش دل پیر برنا بود. یعنی اینم خیلی خوبه، یعنی دوستش دارم کلا به خاطر زبانش دوست دارم. زیاد سراغ شاعرها اینا نرفتم، ولی فردوسی رو خیلی دوست دارم. این سوال بعدی که میخوام بپرسم بیشتر در مورد اینه که میخوام بدونم با ارزشترین قسمت یادگیری زبان فارسی به نظر شما چی هستش و چی بوده براتون؟ خب میگم برای من، برام یعنی جذاب ترین بخش یادگیری زبان، یادگیری فارسی این بودیه که یعنی دیدن چقدر تاثیر داشته روی کشورهای دیگه، این برام عالیه. چون یکم فکر میکنم، یعنی یکم مقایسه میکنم با لاتینو امپراتوری رومی، ولی خب در واقع تاثیر فرهنگ رومی روی فرهنگ اروپایی خیلی شدید بوده و تاثیر ایران روی کشورهای دیگه هم همینجوری بوده. اینو خیلی دوست دارم. مثلا وقتی که سرود پاکستان خونده بودم، کاملا فارسیه، این میگم واو چقدر باحاله، یعنی اینجور چیزا. یا مثلا وقتی که هم یکم مثلا تو ازبکستان به یعنی یکم میخوندم تو خیابون، چجور کلمه هایی پیدا میکردم و یعنی فارسی خیلی چشمگیر بود، یعنی همه جا فارسی بود در واقع، و این خیلی خیلی جذابه. و در کل یه بخش دیگه که برام خیلی جالبه این بوده که یعنی ایران خودش تحت تاثیر کشورهای دیگه خودش هم قرار گرفته است، ولی بعدش همه چیزی یه جورایی ایرانی شده. یعنی هم مثلا الفبا تلفظ خیلی عوض شده، چند تا حرف اضافه کردیم و اینا، بعدش مثلا خوشنویسی فارسی هم یه جوری متفاوت شده، یا یه جور چیزا. یه چیزی مثلا اینه، یه مثال یکم خنده داره، ولی مثلا ماکارونی یعنی یه غذای ایتالیایی که بعدش ایرانی شده با تقدیر و دارچین و اینا. این برام خیلی جالبه، یعنی هر چیزی که وارد ایران شده یه جورایی خودش ایرانی شده، با اینکه یعنی دیگه خارجی نیست، و این خیلی جذابه واقعا. چون کشورهای دیگه هستن که دقیقا هویت خودشونو یا از دست میدن یا اینجور چیزا، ولی برای ایران اینجوری اتفاق نیفتاده، و این واقعا همیشه قابل تحسینه برای من. با ارزشترین قسمت برام این بود که الان میتونم شعر و ادبیات فارسی رو به فارسی بخونم و یاد گرفتن زبان، مثل این که گفتم یه دنیای دیگه باز میشه. این فکر کنم کلش به خودی خودش مثلا خیلی با ارزشه. برای من جذابترین و با ارزشترین قسمت فارسی ضرب المثل و اصطلاحات. مثلا بخوای بگی که من دلم برای کسی تنگ میشه، آره به انگلیسی و اینو اصلا اینو نمیگن، یه جوری دیگه است کلا.
خیلی باحاله. قبل از اینکه شروع کردم که فارسی یاد بگیرم خیلی کم دونستم در مورد کشف های فارسی زبان، اما کم کم بیشتر میدونم مثلا فرهنگش و فیلم ها هم میبینم و الان سعی کنم که چند تا جور چند جوری غذای ایرانی درست کنم. خیلی جالبه و خیلی خوشم میاد. عالیه عالیه، آره اینم درسته دقیقا. منم هم یه نکته دیگه هم بودش که قبلا توی همین ویدیو اولش گفتیم که مثلا زبان چطوری آدم رو یکم نزدیکتر میکنه به اون فرهنگ و تاریخ، اینم خیلی چیز جالبیه. یه سوال دیگه هستش، سختترین بخش برای شما چی بوده توی یادگیری زبان فارسی؟ خب برای من بیشتر وقت به طور خودآموزی یاد گرفتم و بعدش دو سال، تقریبا دو سال آره، کلاس خصوصی هم گرفتم، ولی مثلا هیچ وقت تو دانشگاه، من فارغ التحصیل حقوق هستم، یعنی یه داستان یکم پیچیده داشتم، ولی احساس می کردم که منابعی برای خارجی ها خیلی خوب نیست یا میتونه خیلی بهتر باشه، چون احساس میکنم که خیلی وقتا مثلا یه کتاب داشتم و از کسی میپرسیدم آیا این درسته یا نه، نه میگفت اوکی. بعدش از یه کسی دیگه میپرسی و میگه نه این کاملا درسته، از نفر سوم بپرسی میگه که درست نیست یا یه جواب دیگه، یعنی از هر کسی که بپرسی یه جواب متفاوت یاد دریافت میکنی و این خیلی گیج کننده است. وقت زیادی داشتم چون مثلا میرفتم دانشگاه، باید بیشتر به مراقب امتحانات و اینا بودم، بعدش رو دنبال کار میرفتم و اینا، ولی یکم خسته کننده بود که یعنی هر چیزی، یعنی واقعا منابعی که بهشون میتونی واقعا اعتماد کنی فکر کنم که کمه، و به هر حال همیشه یک کسی دیگه خواهد بود که میگفت که میگه نه ما اینجوری نمیگیم. فکر میکنم دوباره بستگی داره به روش یاد گرفتن، یعنی مثل اینکه پیر گفتن الان که اگر آدم بره دانشگاه یه جوری دیگه زبان رو شروع میکنه یاد بگیره، اگر مثلا بره تو محیط مثلا فارسی زبان ها اون موقع یه جوری دیگه دوباره آشنا میشه یا مواجه میشه با اون زبانی به خصوص. برای من رسمیت مختلف بود که آدم اصلا اول نمیدونه که چی جوری باید توی موقعیت خاصی صحبت کنه و تعارف ها. یعنی وقتی که آدم با یک آدم محسنی مثلا داره صحبت میکنه یه جوری باید صحبت کنه، دوباره تو نمیدونم توی محیط خیلی رسمی، موقعیت خیلی رسمی یه جوری دیگه باید آدم صحبت کنه، چه برسه به این که مثلا شانه تبدیل میشه به شونه. یعنی اونم یه قسمت خیلی سختی فارسیه، یه قسمت دیگه این تعارف ها و این مثلا این سطح احترام که خیلی وقتا یه خارجی نمیتونه اونا رو اول فکر کنم رعایت کنه که الان مثلا یه آدم بزرگ سال هستش یا یه آدم مستنتری هستش که روبرومونه باشون یه جوری دیگه باید صحبت کنیم، باید با مثلا یه آدمی که همسن و سال خودمونه. برای من این بود که خیلی سخت بود و تعارف اصلا نمیدونستم چی جوری باید تعارف کنم و چی باید بگم، چی باید قبول کنم، چی نباید قبول کنم، الان این جواب این تعارف چیه، کی باید مثلا نمیدونم سلامت باشید و بگیم، کی مثلا چیزای تعارف های دیگه هم اوکیه. یعنی فکر کنم این سخت‌تر این قسمتش اینه، چون مثلا برای یک آدمی که مثلا با زبان‌های هند و اروپایی یکم آشناست، انگلیسی، آلمانی، فرانسوی، گرامر فارسی خیلی فکر کنم چالش نیست، بیشتر این میزان احترام یا سطح مثلا رسمیت که میتونه یکم گیج کننده باشه. برای من سخت‌ترین بخش یادگیری فارسی، آره خب اولش تعارف بوده و حتی چند تا کلمه که توی فارسی جوری دیگه هست، یعنی خیلی سخته، باید با زبان آشنا باشین
کلا هر روز استفادهش کنین تا باش عادت کنین. وقتی که تازه یادگیری فارسی شروع کردم، به نظرم الفبای فارسی خیلی سخت بود. اون وقت معلمم گفت نباید به فینگلیسی بنویسی، باید به الفبای فارسی بنویسی. خب خیلی تمرین کردم و روی کارکاس نوشتم و دیگه سعی کردم که به دوستان به گوشی الفبای فارسی تایپ کنم. میخواستم که کتاب برای بیگینرز بخونم و کتاب تمرین انجام بدم. کتاب اینجوری زیاد نیست. امیدوارم که شاید چند سال دیگه بیشتر آپشن باشه و الان باید با معلممون و هم کلاسمون تمرین با هم تمرین کنیم. آره درسته، این نکته خیلی مهمه، چون که الان پیشرفت داره میکنه، یعنی در مقایسه با 10 یا 15 سال پیش خیلی روش های یادگیری بیشتر شده و امیدوارم که همینطور بیشتر پیشرفت بکنه و زیادتر بشه. ولی یه چیز دیگه هم که من میخواستم بگم، به نظر من مهمترین کاری که هر کسی که میخواد زبان فارسی رو یاد بگیره، یا هر زبانی رو میخواد یاد بگیره نه فقط فارسی، اینه که بیشتر مکالمه بکنه، یعنی بیشتر تا جایی که میتونه با بقیه صحبت کنه. به هر حال من میخواستم بگم که این ویدیو خیلی خیلی عالی بود به نظر من، اولین بار بود که این کار رو داشتم میکردم. خیلی متشکرم ازتون، سپاس از شما. نه خوب، من فقط از شما تشکر میکنم برای این فرصت، خیلی عالی بود، خیلی حال کردم. خیلی خوب بود، مرسی، من سپاس دادم. ممنون.